سلام خدمت شما، خوشحالم دوباره ببینمتون. بعد از ویدیو سس ها که گفته بودم ویدیو خمیر پیتزا رو میخوام براتون آماده بکنم، فهمیدم که درست‌ترین کار همینه به دلیل درخواستای شما. من الان متریالی که داریم اینجا رو همه رو وزن کشی کردم، هم وزنش رو بهتون میگم، همین که اگر ترازو ندارید کاپش لیوانش رو بهتون میگم، پیمونش رو بهتون میگم. اما یه چند تا توضیح نیازه که من قبل از اون بهتون بگم و مهمترین توضیح در رابطه با پودر مای خمیره. یه چیزی بگم، پودر مای خمیر اگر تاریخ مصرفش گذشته باشه دیگه هیچ فایده ای نداره، یعنی باید بندازیدش دور، اصلا دیگه ازش استفاده نکنید. دو، پودر مای خمیر ایرانی استفاده بکنید، خیلی بهتره. بسته های 100 گرمیش هست، بعضی سوپرمارکت ها دارن. بیشتر اگر میخواید تهیه بکنید، یعنی مطمئن باشید که یه جایی داره، لوازم قنادیان اونا حتما دارن، برید فروشگاه لوازم قنادی، بسته های کوچیک، یا حتی حالا من ندارم نشونتون بدم، میتونید ساشه هاش رو بگیرید. اینا رو ببینید، این پودر مای خمیر فوریه. اگه خیلی ریز شید روش، میبینید هر دونش مثل یه استوانه میمونه، این چوب کبریت های خیلی ریز میمونن. این یه مدل پودر مای خمیره که اکثر اون چیزایی که شما توی بازار میبینید از همین اینه. یه مدل دیگه پودر مای خمیر، این مدل توپی هست، از جفتش هم میتونید استفاده بکنید هر مدلی که گیر آوردید. اما این چیزی که مدل چوب کبریتی، این یکم فوری تره، چون ریزتره زودتر آزاد میشه. همین، این نکاتی بود که میخواستم در رابطه با پودر مای خمیر بگم. قبل از این که مواد رو با هم مخلوط بکنیم، من میخوام پودر مای خمیر رو یه کوچولو توی آب گرم بازش بکنم. حالا آب گرم رو چطوری درست بکنیم؟ کل آبی که من برای این رسیپی آماده کردم یک لیوان یا 190 گرمه. یه کوچولو از اون یه لیوانه رو در حد دو سه قاشق غذاخوری گذاشتم که بجوشه. ناکنید این دوتا کلن روی هم میشن 190 گرم یا یه لیوان آب، که یه کوچولوشو گذاشتم بجوشه. یه کوچولو حس گرما داره این آب. الان یک قاشق پودر مای خمیر میریزم توش، قشنگ مخلوطش میکنم. آبش داغ نیستا، آبش آب گرمه. حالا یه دریاب میذارم روش، میذارمش کنار، میذارمش اینجا، تموم شد و رفت. بریم سراغ آرد. آردی هم که میخوام استفاده بکنم، آرد 3-0 که از سوپرمارکت میتونید بگیرید. من به اندازه 370 گرم یا 3 تا لیوان اینجا دوز کردم دارم. الان نمیخواد چیزی بنویسید، من توی توضیحات مینویسم، الان فقط گوش بکنید بیشتر. میریزم اینجا. آها، یه چیز دیگه در رابطه با ویدیو بعدی بهتون بگم. ویدیو بعدی میخوام که امروز یه دونه عکس قدیمی دیدم، توش داشتم عدس پلو میخوردم، خیلی هوس کردم. دوتا کامنت هم دیدم تو دوتا ویدیو قبلی در رابطه با عدس پلو، اگر دوست دارید که براتون عدس پلو درست بکنم با یه مثلا سس گوشت با یه تعدیق متفاوت، تعدیقی که مثلا نه سیب زمینی باشه نه نون باشه، یه کار متفاوت، همین الان ویدیو رو پاز بکنید برای من بنویسید که مثلا آره عدس پلو، یا اگر پیشنهاد دیگه ای دارید برای ویدیو بعدی برام بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید، چون من دوست دارم چیزایی بهتون یاد بدم که شما از من درخواست دارید، مثلا همین خمیر پیتزا. خب این آردم که ریختم اینجا، برگردیم توی کارمون. مقدارش هم که بهتون گفتم، نمک یه قاشق کوچولو می‌ریزم. همش بزنم یکم. روغن زیتون داریم و همون مایه‌ای که دیدید. این ساده ترین نوع خمیریه که شما میتونید استفاده بکنید. حالا خمیرهای دیگه با رسیپی‌های مختلف هست، هم با شیر، هم با تخم مرغ، هم با ادویه، هم با شکر. اما چیزی که من میخوام بهتون یاد بدم و ساده ترین نوع خمیر هست، این چیزیه که دارید میبینید. یه دو سه دقیقه وای میسم تا
اون پودر مای خمیر عمل بیاد، بعد میریزمش توی آرد. یه 2-3 دقیقه وایسیم. این آشش. این کفا نشونه اینه که اون خمیر مایه، پودر خمیر مایه عمل اومده. اصلا بوش هم میشه حس کرد. بوی نون میده. میریزمش این داخل. خب هم که زدم همش یه دست شد دیگه، هیچ چیز مایه‌ای ندیدیم. الان روغن زیتون هم اضافه میکنم به اندازه 5 قاشق غذاخوری. 1-2-3-4 هم روغن زیتون. روغن زیتون، اولا روغن کلن میتونید روغن غیر زیتون هم استفاده کنید. روغن باعث بالا بردن دمای خمیر میشه و باعث بهتر عمل اومدن پودر مای خمیر میشه. من دلیلی که از روغن زیتون استفاده میکنم عطرشه. عطرشو خیلی دوست دارم. قشنگ همه جا این آرداشو جمع بکنید. اگر دستگاه غذاساز دارید یه دقیقه بریزید تو دستگاه غذاساز بذارید قشنگ ورز بخوره. اگر ندارید مثل من الان با دست ورز بدید. میبینید دیگه همه جاش داره میچسبه به هم. من دیگه اینو یه دونه خمیرش بکنم قشنگ دستم. ببینید این به اندازه 2 تا چونه پیتزا برای ما خمیر میشه. یعنی این رسپی که دارید میبینید برای 2 تا پیتزا، چون یه دونه 370 گرم به اضافه یه دونه 190 بگو 200 500 تقریبا مثلا 560-570 تا این الان وزنشه. 2 تا خمیره 270-280 گرمی برای ما داره. ببینید دیگه الان یه دست شد، اما یعنی جمع شد، اما یه دست نیست. یه دستی کی درست میشه؟ زمانی که ما اینو به اندازه 10 دقیقه ورز بدیم تا گلوتن موجود توی آرد آزاد بشه. نگاه کنید دستمو. روی تخته کار که تمیزه آرد بریزید. خیلی آرد شد. آرد زیاد نریزید. آرد کم. فقط میخوام که نچسبه. اینو میذارم این رو. شروع میکنم به ورز دادن. اگر موقع ورز دادن میبینید تخته کارتون داره تکون میخوره، من خیلی تکون میخوره، یه پارچه خیس بندازید زیرش. اینم روش ورز دادن درسته. ببینید باید بکشید اینو، میذارین رو با کف دست اینو میکشید. این کشش هم باعث بالا بردن دما میشه و همین که گلوتن موجود رو آزاد میکنه. هیچ عجله ای هم نداریم. ده دقیقه تمومه. خب بیایید روشو ببینید چجوری یه دست شده. عالی. میذارمش توی ظرف. من یه کوچولو، نه خیلی، یه کوچولو دوست دارم روش روغن زیتون بزنم که عطر بهتری بگیره، دماش هم بره بالا. روشم میپوشونم با سلفون. عجب این سلفونه، سلفون بدیه. خیر سرش. خب این میره برای حداقل 1 ساعت استراحت. این از این. یه چیزی هم میذارم روش، یعنی میکشم روش که تاریک بشه. این از این میذارمش این بغل. الان توی این فرصت تا زمانی که اون استراحت میکنه، بهترین کار اینه که شما اگر میخواید سوسی آماده بکنید، اگر میخواید مرغی مزه‌دار بکنید، استیکی مزه‌دار بکنید، این کار رو انجام بدید که همه چی آماده باشه تا اونم استراحتشو میکنه. اگر هم دوست داشتید سس سیر درست بکنید، ویدیوی قبلی رو بزنید.
ویدیو قبلی رو که بزنید ببینید، سس سیر رو میارید روی این خمیر، بعد پنیر پیتزا میذارید تو فلی نون سیر عالی رو تجربه میکنید. من برم جمع جوری بکنم، گوجه پوره کنم بذارم بپزه، من میخوام پیتزای مارگاریتا درست بکنم. ساده فعلا. روغن زیتون، فلفل و نمک، اگه نمک خواست بازم بهش میزنم چون این سس باید یکم شور باشه، یکم نه خیلی زیاد. سس گوجه آماده است، نگاش کنید. اینم خمیرمون، الان دو تاش میکنم، قرار شد دو تا. وای چه بوی خوبی داره، نشونا همه چی عالیه، خمیر سبک و عالی. ما دیگه نیازی هم به ترازو نداریم، البته توی رستوران حتما باید وزن بشه. یکم فشارش میدم که گاز موجود توی این خمیر که ناشی از پودر مای خمیر از بین بره. این یه چونه برای یه پیتزا، اینم یه چونه برای اون یکی پیتزا. یکی رو میذارم اینجا، یکی هم میذارم اینجا. دوباره این پارچه رو میکشم روش، یه 10 دقیقه تا یه ربع دیگه برمیگردیم. دقیقه استراحت خمیرم تموم شد که دوتاش کردیم. فرو روشن کردم، فرو گذاشتم روی دمای، برای من فرم تا 270 درجه میره، شما فرتون رو بذارید رو ماکسیموم حالتی که امکانش هست. بعضی فرا دیدم 220ن، 250ن، 270ن. شما هرچی زمان پخت رو کمتر بکنی بهتره. زمان پخت چطوری کم میشه؟ وقتی که دمای فر بیشتر باشه. خب به 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 به، اینم بذارم اینجا. تو دو تا حالت میخوام براتون درست بکنم. یکی رو، یکی از خمیرها رو با وردنه باز میکنیم، یکی هم با دست. اونی که با وردنه باز میکنیم و مثلا بذاریم تو این قالب، یه همچین چیزی، یه قالبیه از چارو سیروس خریدمش، بیت معمولی، یه دونم با دست باز میکنیم میذاریم تو اون یکی. و اصل این ویدیو برای آموزش خمیر بود، هر تاپینگی که دلتون میخواد براش بذارید. و این سس با ریحون یه دونه مارگاریتا درست میکنیم. من یه دونه فیلیمینیون هم تو یخچالم داشتم، بهش بابا نمک و روغن زیتون و پودر سیر زدم. از همین دوتا میخوام استفاده بکنم. اول این یه دونه خوشگله رو ورداریم با وردنه بازش میکنم، میذارمش توی این. اجازه بدید یک کوچولو آرد میزنم چون خمیر ما یک کم مرطوبه. عجب خمیریه، عاشق این خمیر میشید. خب روش وردن زدن اینجوریه که هر بار که وردن میزنید یه دور بچرخونید که اولا ضخامت همه جا یکسان باشه، دوما شکل دایره‌ای خمیر ما حفظ بشه. وردن زدن شاید یه مقداری نیاز به تمرین داشته باشه. دستام ببینید،
برش میگردونم اون یکی طرفشم. عالیه، اون چیزی که دلم میخواست انجام شد. میذارمش توی این قالب. حالا نکته مهم اینجاست، من یک حریمی رو برای حاشیه پیتزا و موادی که قراره داخلش بذارم با دو تا انگشت براش تعیین میکنم. ببینید دستم، داخل این حریم جاییه که من سس رو میریزم، پنیر رو میریزم، هر چیزی که دلم بخواد. خب نصف سس برای این پیتزا، نصفش هم برای اون یکی. چه سسی؟ میخوام ریحون بذارم، ریحون خیلی زود میسوزه، پس بنابراین این من میام زیر پنیر از ریحون استفاده میکنم. این ریحونا رو قبل از پخت میذارم، بعد از اینکه از فرم در بیاد یه چند تا ریحون میذارم. این کار باعث میشه که ما نوت‌های مختلفی از عطر ریحون رو تو پیتزامون داشته باشیم. حتی شما میتونستید توی پخت سس از ریحون خشک استفاده بکنید، عالی میشه. به به، بریم سراغ پنیر. من از چیزایی میخوام استفاده بکنم که شما توی خونه به راحتی داشته باشید. منظورم الان خمیر پنیر پیتزاست. بهتره که توی مارگاریتا از موزارلای توپی استفاده بکنید، ولی به دلیل اینکه برای شما آسون باشه من از خمیر، از پنیر پیتزای رنده شده‌ای که تو سوپرمارکت‌ها هست دارم استفاده می‌کنم. یکم می‌ریزم، ترجیح همینه که روی ریحونا بریزم که ریحونا نسوزن. این الان تمومه. و اینکه من کلاً خیلی پنیر استفاده نمی‌کنم. دوست دارم بیشتر مزه سس داشته باشه. این پیتزا آماده است. یه لمس خیلی ریزی از روغن زیتون در حد چند قطره اگه بریزه کافیه. این از پیتزای اولمون. بریم برای باز کردن خمیر دوم با دست. خمیر رو میذارم این رو، یکم همه جاش رو با آرد لمس میکنم و شروع میکنم داخلش رو فشار دادن به سمت بیرون و یکم دیگه این حرکت رو ببینید. خیلی آروم هم کش میدم هم میچرخونم. به اندازه قالب خمیر رو باز میکنم. دلیل این که ما از داخل به سمت بیرون خمیر رو باز میکنیم اینه که گاز موجود توی پودر خمیر مایعی که الان توی خمیر ما هست بیاد به سمت بیرون و بره توی اون لبه ها و کراست باحالی ایجاد بکنه. میذارمش داخل قالب، حریم رو مشخص میکنم. تو این قالب خیلی کار راحت تر. بریم سراغ سس. از هر چیزی که دلتون خواست طبق سلیقه خودتون پیتزاتون رو پر کنید. برای پپرونی هم عالیه. اگر خواستید پپرونی درست بکنید توی سستون یه کوچولو فلفل قرمز هم بزنید. دوستای گیاهخوار میتونن بادمجون دایره ای رو سرخ بکنن، از بادمجون استفاده بکنن. گوجه، فلفل دلمه، قارچ،
انتخاب ها زیاده. پنیرشو بزنم. همه جاش قشنگ. من از گفتم گوشت استیک دارم استفاده میکنم. فیله مینیون به سرعت میپزه، به سرعت. اینم از این. یه کوچولو پنیر ته این مون دیگه تموم بشه میزنم روش و تمام. مثلا اگر روی این پیتزا زیتون دارم توی یخچال، دیگه نیازی نداره. زیتون روی این پیتزا خیلی خوشمزه میشه. تمومه. دو تا پیتزا ما، یکی پیتزا مارگاریتا، اون یکی پیتزا گوجه استیک مثلا، برم بذارمشون توی فری که الان دیگه خوب داغ شده. سریع نذارید دمای فر دست بره، از همین شیشه هم نگاش میکنیم. نزدیک 13 دقیقه از گذشته و پیتزا ها آمادن. بریم ببینیمشون. این اولین پیتزا، سریع تا داغه روش ریحون میریزم. این ریحون به دلیل داغی زیاد، وای همین الان بوی ریحون زد بالا. پیتزای شماره یک و محبوب من، پیتزای مارگاریتا، نگاش کنید. این هم پیتزای دوم. وای به به، تا داغه مزه میده خوردنش. اوف چه صدایی، چه صدایی، چه بوی. اینجا رو ببینید. زیرش هم میتونی نشون بدی؟ اینم برش بدم. وای اصلا صدا رو دارید دیگه. اینجا رو ببینید. وای سوختم، حرف نداره. نظرتون با ریحون بیشتر چیه؟ بی نظیره. بافت عالی، مزه عالی، پخت اندازه. امیدوارم که لذت برده باشید. در تو عدس پلو که اول ویدیو هم گفتم نظراتتون رو به من بگید، اگر دوست دارید ویدیو بعدیمون عدس پلو باشه که براتون درست بکنم. و اگر قرضای مد نظرتون هم از فا دوست دارید یاد بگیرید به من بگید. مخلصیم، میبینمتون فعلا.